ابو طالب عیالوار شد. یک ممر تجارت داشت که کفاف زندگیش نمی کرد با اون همه عیالواری که عیالمندی که داشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دید که ابو طالب هم عیالمنده و هم ممری که داره کفاف زندگی نمی کنه، آمد پیشنهاد داد به عموش که علی را به من بده. علی 6 سالشه الان. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی را از پدر گرفت به دو علت، که هم خدمات و زحمات و عنایاتی که پدر و مادر علی به رسول الله صلی الله علیه وسلم کردن در دوران کودکی و نوجوانی جبران بکنه، و هم بار چی؟ بار اقتصادی رو از دوش ابو طالب کم بکنه. در سن 6 سالگی علی وارد خانواده و خاندان نبوت شد، وارد خانه نبوت شد، بیت النبوت. در سن 6 سالگی از عنایات ویژه هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم از ام المؤمنین خدیجه. خدا وقتی نظر لطفی به کسی بکنه اینطوری میشه. 6 سالشه وارد بیت النبوه شده، همینجور تربیت شد، دید، شنید، عقلش پرورش، روحش بزرگ شد، دلش بزرگ شد، سجایا و اخلاق شکل گرفت تو همین 4 سال تا رسید به سن 10 سالگی. در سن 10 سالگی هنوز علی مسلمان نشده چون سنی نداره، 6 سالگی وارد شده، 4 سال گذشته، خیلی از مسائل رو گرفته. بالاخره تو زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها که ام الاشراف هست، وارد شده و از همه خصوصیت هاشون و احساسات زیباشون و عاطفه های زیباشون و رجاحت عقلشون و کمالاتشون داره برخوردار میشه، سر سفره باشونه مثل یک فرزند. اسلام علی در سن 10 سالگی یک روز ناخودآگاه دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین خدیجه به نماز ایستادن و آیاتی از وحی را تلاوت می کنن. این کودک 10 ساله برای اولین بار بود که نماز رو می دید. نماز بر حنیفیت، احکام در مدینه نازل شده، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ملت حنیفیه ابراهیم عبادت میکرد. مات و مبهوت شد این حرکات موزون با این کلمات مبارک و مقدس، با اون همه صداقت و اخلاصی که در رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین میدید. مات و مبهوت سر تا پا گوش، بعد از اینکه سلام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین متوجه علی شدن که مات و مبهوت خیره شده. گفت علی پسرم بیا اینجا. احترامی که به رسول الله قائل بود و تأثری که نسبت به کلام خدا براش ایجاد شده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم از فرصت استفاده کرد، گفت علی خدا منو به پیامبری مبعوث کرده، تو رو دعوت میکنم که بر دین اسلام وارد بشید و شهاده به اسلام بدید. کودک 10 ساله. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فهمید که اون بزرگتر از 10 ساله، سن سال کاری نداره، و تو این 4 سال اونقدر پختگی و بزرگی عایدش شده و کمالات
که آمادگی و ظرفیت این پیشنهاد رو داره. خیلی احترام قائل بود و خیلی متأثر شده بود، اما به پدرش هم احترام قائل بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش پیشنهاد اسلام داد، گفت سمعن و طاعه، اما تو نمیخوای که من، کلامش این بود، تو نمیخوای که من تحمیلی اسلام بیاورم. من به پدرم احترام قائلم، بدون مشورت پدرم کاری انجام ندادم، با احترام به تو ای رسول خدا. و ام المؤمنین گفت اشکال نداره، برو با بابا مشورت بکن بر بگرد. از خانه که خارج شد بره مشورت بکنه، خب زمان میبره، نیم ساعت یک ساعت بره خانه بر بگرده. رفت سریع برگشت، مثل این که تا پشت در رفت 5 دقیقه برگشت. گفت پسرم علی، مشورت کردی با بابا؟ گفت نه. گفت زود برگشتی؟ گفت آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت چرا بابا مشورت نکردی؟ گفت وقتی بیرون رفتم تو ذهنم آمد، یه لحظه فکر کردم به این پیشنهادی که شما به من دادی. روزی که خدا میخواست منو بیافرینه، آیا با بابام مشورت کرد؟ خوب دقت بکنید چه حرف بزرگی این بچه 10 ساله داره میزنه. یه لحظه رفتم بیرون فکر کردم روزی که الله جل جلاله میخواست منو بیافرینه، من علی رو بیافرینه، با بابام مشورت کرد که من میخوام اینو درست کنم، که من برای پرستش چنین خدایی برم با بابام مشورت بکنم. برگشتم و آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله.